خالق بینیاز و بخشاینده از اون میدارم در هر کجا که خوب و خوش و سعتمن باشین خوشحال هستم که از طریق کانال یوتیوب بنیاد آتیفی در خدمت شما قرار گرفتیم با یکدیگر دیگر از ویدیوها و طبقه ما از شمایی هست که کانال حتما دنبال بکنین سابسکرایب کنین مطالب ما لایک بکنین و حتما کامنت بدین بر ما که چه چی چیزهای جز نیازمندی های شما هست تا ویدیوهای اونها رو ما تهیه و در دسترس شما از آن قرار بدیم خب امروز با یکی از های جالب کامپیوتر شما رو آشنا میکنم شاید بسیاری از شماها به مشکل خورده باشین که میبینین بعضی برنامه ها رو که باز میکنن از اونها تم ساخته میشه یا کامپیوتر شما سنگین میشه و به مشکلاتی از دست روبرو میشن امروز قراره که یکی دو ترفند برای شما آموزش بدم که چگونه از شر تمپ های کامپیوتر و فایل های اضافه کامپیوتر که ما شما اونها نمیبینیم اما فضای کامپیوتر ما و شما اشغال میکنه از شر اونها خلاص بشیم و خوبه که این ترفند هایی که برای شما آموزش میدم هفته یک بار یا دو, دو بار در کامپیوتر خود یا لپتاپ یا پی که دارین دسکتاپ خود انجام بدین تا که مثلا بعضی از دوستها هستن از برنامه های گرافیکی استفاده میکنن این برنامه ها تمپ جور میکنه از خود خود و داخل فولدر های پوشیده هست که ما شما اونها رو نمیتونیم ببینیم و با این ترفند ها ما اونها پاک میکنیم دلیت میکنیم تا که فضای اشغال شده دوباره بازگرده و ما با کمبود حافظه در کامپیوتر خود مواجه نشیم خیلی زود و سریع میریم سراغ ویدیو و اینکه چه در امروز برای شما آموزش میدم خب اولین را از طریق هست که یک برنامه خود ویندوز هست که می‌بینید دسک کلین اپ خب شما بیشترین تمپ هایی که قرار میگیره در درایو سی یا قلب کامپیوتر شما هست درایو سی از این قسمت انتخاب میکنن و بعد کلید اوکی میزنه بزنید که کالکیولیت بکنه یا حساب بکنه که چه چیزهایی شامل فایل های دامپ میموری میشه و همچنین چه چی چیزهای سی پی شما بسیار زیاد مصرف میکنه و همچنین چه مواردی هست که فضای کامپیوتر شما رو اشغال کرده میگذارین که تکمیل بکنه بحث کالکیولیت خود و حساب بکنه که چه مواردی در درایو سی هست که به عنوان تم شناخته میشه یا سیستم ارور شناخته میشه یا شورتکات هایی هست که از برنامه ها ساخته شده اینها رو برای شما حساب میکنه که چه مواردی هست و بعضی که سبز به اتمام رسید فایل‌ها رو ما شما نشان می‌ده که چه مواردی میتونه باشه میبینیم نوشته میشه که چه فایل هایی هست خب در قسمت ما چندین تیکه داریم هر کدوم مربوط به موارد خاصی هست موارد اول بحث دانلود پروگرام فایل تم هایی که در ای فولدر جابجا شده موارد بعدی تمپریری اینترنت فایل تمپریری اینترنت فایل که موارد موقت اینترنت شما مثلا با کروم یا هر مرورگر که استفاده کردیم یک ها جور کرده مواردی بعدی موارد دامپ فایل های شما هست بحث سطل آشغال و سطل زباله شما هست ستاپ لاگ است برنامه هایی که نصب کردیم موارد سیستم ارور میموری شما هست باز هم فایل های موقت هست تام نیل ها هست و موارد جزء ارور های خود ویندوز هست ما تمام ها رو تیک بزنیم زمانی که کاملا اینها رو تیک زدیم میبینیم که یک اشاری و یک از فایل از حافظه یه کامپیوتر ما اختصاص شفته به فایل‌هایی که ما اونها ضرورت نداره خب من همین چند روز پیش کامپیوتر خود دسکل نب کردم به همین دلیل فایل کمتری آورده و اگر شما مثلا بعد از 5 ماه 6 ماه مراجعه بکنید می‌بینید که این شاید حتی 15 جی بی 16 جی از فایل‌های اضافه هست خب وقتی که تمام اینها رو انتخاب کردیم کلید اوکی می‌زنیم و دلیت فایلز می‌بینیم که تمامی فایل‌هایی که انتخاب کردیم دلیت می‌کنه کاملا دلیت می‌کنه و فضای حافظه ما رو 1.18 جی بالا میبره با این ترفند شما میتونید که این مشکل خود حل بکنید و میبینید فایل های موقت پاک میکنه تامنیل ها و مواردی که خود سیستم ارور ویندوز محسوب میشه خب یک مثال و یک ترفند بحث بعدی بحث تمپ ها هست چنین چیزی ما یادداشت میکنیم با تمپ و انتر میزنیم در پنجره استارت زمانی که بزنیم ببینیم 80 فولدر یا 80 فایل هست که اینها کاملا موارد تمپ و موارد اضافه در ویندوز این حال هم کنترل ا و شیفت دلت زمانی که اینا رو پاک می‌کنیم 199 ام بی از های اضافه کامپیوتر ما هم پاک شد خب این دو روش بسیار خوب بود برای کسانی که با کمبود حافظه در سیستم خود روبرو هستند و چرا ارور داد به دلیلی که بعضی برنامه های شما مانند کروم بعضی موارد دیگر من پایین باز دارم زمانی که اینا رو بسته کنیم اینا اتومات دلت میشه اسکیپ میکنیم خب این دو مورد از جمله مواردی بود که سخت میتونه شما رو کمک کنه در این راستا امیدوارم که از ویدیو استفاده کرده باشین و تشکر از اینکه تا ای لحظه ویدیو رو دنبال کردین اگر موضوعی میخواین که برای شما مد نظر گرفته بشه یا ترفندی یا موارد آموزشی در اختیار شما قرار داده بشه حتما کامنت بدین برامو تا اینکه از طریق کانال یوتیوب بنیاد عاطفی در اختیار شما قرار بده. تشکر عزیزان سابسکرایب حتما حتما انجام بدین سابسکرایب بکنین کانال خوده و امیدوارم که ویدیوهایی که از طریق کانال نشر میشه حتما دنبال بکنین و بازدید داشته باشین تو یک ویدیو دیگر الله حافظ و شما